امیر هویدا متولد 28 بهمن 1297 سیاستمدار ایرانی بود که از 1343 تا 1356 به عنوان 37 مین نخست وزیر ایران خدمت کرد. نخست وزیری 12 سال و 6 ماهه او طولانی ترین نخست وزیری در تاریخ ایرانه. سلام دوستان به کانال داستان های ایران خوش اومدید مرسی که کانال ما را انتخاب کردید اگر هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید زنگوله کنارش رو بزنید امیر عباس هویدا متولد 28 بهمن 1297 سیاستمدار ایرانی بود که از 1343 تا 1356 به عنوان 37 امین نخست وزیر ایران خدمت کرد. نخست وزیری 12 سال و 6 ماهه او طولانی ترین نخست وزیری در تاریخ ایرانه. حویدا فرزند حبیب الله اینالملک، سفیر ایران در لبنان بود و برای همین کودکی و نوجوانیش در لبنان سپ شد او پس از تحصیل در مدرسه فرانسوی بیروت برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و پس از گرفتن مدرک در رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد بروکسل به ایران بازگشت او چند ماه پس از بازگشت به ایران وارد دانشکده افسری شد و هشت ماه بعد در سال 1322 درخواستش برای کار در وزارت خارجه پذیرفته شد 1335 او در سفارت ایران در ترکیه مشغول به شد و مدتی پس از انتصاب سرلشکر حسن عرفه به سفارت ایران در ترکیه به تهران منتقل شد هویدا پس از انتقال به تهران در شرکت نفت مشغول به کار شد و مراتب ترقی را به سرعت طی کرد و در سال 1337 عضو هیئت مدیره این شرکت شد در سال 1342 او وزیر دارایی شد و پس از اون که وزیر وقت حسن علی منصور از سوی فداییان اسلام ترور شد، هویدا از سوی شاه م مسئول تشکیل کابینه شد و به نخست وزیری رسید او نزدیک به 13 سال در این جایگاه ماند تا اینکه مرداد 56 برکنار و وزیر دربار شد با بالا گرفتن تظاهرات علیه حکومت پهلوی شاه در تلاش برای آرام کردن اوضاع دستور به بازداشت هویدا را داد به دنبال انقلاب 57 هویدا خود را به انقلابیون تسلیم کرد و در دادگاه های اسلامی حاضر شد اتهامات او فساد فلعرض و مهاجرت با خدا بود و از سوی صادق خلخالی به اعدام محکوم شد اما پیش از اجرای حکم و در زمان تنفس دادگاه از سوی یک روحانی به ضرب گلوله کشته شد قاتل او نامعلوم جسد حویدا سه ماه در سردخانه نگهداری و سپس گمنام به خاک سپرده شد حویدا بارها اتهام بهایی بودن خود را که در زمان اوجگیری انقلاب 57 هفته ایران از سوی مخالفان مذهبی حکومت به آن متهم شده بود رد میکرد و همچنین او به مسلمان بودن خود اشاره میکرد کرد. هنگامی که در ایران شایعاتی مبنی بر بهایی بودن هویدا گسترده شد، هم شاه و هم هویدا این موضوع را تکذیب کردند. عباس میلانی میگوید که پدر امیراباس حبیب از طبقه متوسط جامعه بودند که ریشه های از بهاییت داشتند. اما مدرک ضعیفی وجود داره که نشان میده حبیب الله در بزرگسالی به آیین بهاییت اعتقاد داشته. علاوه بر این هیچ مدرکی وجود نداره که ثابت کنه او فرزندانش را بر اساس آموزه های آین بهایی پرورش داده امروز هم کسانی که مدعی هستند هویدا همچون پدرش حبیب الله پیرو آین بهایی بوده به مدارک و اسناد به دست آمده از ساواک استناد میکنند اما بهاییان تمامی آن اسناد را جعلی و ساختگی میدونند امیر عباس هویدا چندی پس از مرگ منصور با خواهرزن او لیلا نظام امامی که نوه یه دختری حسن وسوق وسوق و دوله بود ازدواج کرد ولی این ازدواج در اوج اقتدار او به طلاق انجامید ولی دوستی او و همسرش تا پایان عمر هویدا پا بر بود هویدا نمیدونست که بازداشتش تا پیروزی انقلاب 57 ادامه خواهد داشت با اعلام بیطرفی ارتش به دستور ارتش بود عباس قرهباقی در 22 بهمن 57 به نگهبانان زندان که همه عضو ساواک بودند دستور داد هویدا را از زندان آزاد کنند و به هویدا هم توصیه کنند که فرار کند و برای کمک به هویدا کلید یک اتومبیل و یک قبض هفتیر در اختیارش قرار دادند هویدا توصیه قرهباغی را نادیده گرفته و با دختر خالش خانم دکتر فرشته انشا تماس گرفته و میگوید میخواهد خود را تسلیم مقامات دولت جدید کند فرشته انشا نیز بنابر درخواست هویدا با داریوش فروهر تماس میگیره سپس گروهی متشکل از یک روحانی یک گارد و یک نماینده وزارت دادگستری و خانم فرشته انشا هویدا را از بیلای ساواک با یک آمبولانس به دفتر مرکز جبهه ملی منتقل می کنند فروهر به استقبال هویدا رفته و با او رفتاری محترمانه میکنه سپس هویدا را به مدرسه رفاه محل اقامت آیت الله خمینی انتقال میده. علی اکبر ناطق نوری در خاطراتش نوشته زمانی که برای رسیدگی پرونده اقتصادی هویدا شروع به که کردیم تا اموال او را مصادره کنیم هرچه گشتیم و تلاش کردیم نتونستیم چیزی پیدا کنیم زیرا هویدا مال و اموالی نداشت خلخالی چند روز بعد از دستگیری هویدا به ملاقاتش در زندان میره وقتی از اوضاع و احوالش سوال میکنه هویدا اعلام رضایت میکنه و میگوید تنها مشکلش کوچک بودن سلولشه خلخالی جواب میده که این سلول ها را خود شما ساختید که حالا نصیب خودتون شده هویدا بلافاصله جواب میده میدانم هم. گفتم که شما برای آینده خودتون سلول های بزرگتری بسازید عباس میلانی می نویسه در جلسه دوم محاکمه هویدا بعد از خواندن رأی هیئت منصفه توسط خرخالی هنگامی که هویدا و مامورین در حال خروج به سمت حیات بودند یکی از همراهان هویدا با استفاده از کلت دو گلوله به او شلی کرد مرگ هویدا می توانست دردناک و کند باشه از این رو هویدا از یکی از مامورین خواست تا کارش رو یکسره کنه و آن مرد هم پذیرفت و سومین گلوله را در سر هویدا شلیک کرد میلانی در کتاب ایرانیان نامدار با این تفاوت روایت را تکرار میکنه برخی میگویند که خلخالی به هویدا تیراندازی کرد در حالی که بقیه آخوندی به نام قفاری را گناهکار اعلام میکنند ابراهیم یزدی مرگ هویدا را این گونه روایت میکنه زمانی که محاکمه مرحوم هویدا را در زندان قصر شروع شد و میخواست بگوید در دوران 14 ساله زمامداری نخست وزیری شاه چه اتفاقی افتاد و خاطرات خود را بیان کند پس از اینکه جلسه دادگاه تنفس داده میشه و هویدا به راه رو یکی ای از آقایان روحانی که آنجا بود و من مایل نیستم اسم ببرم در راه رو با هفتیر کمری خود هویدا را میکشد و زمانی به خلخالی خبر میدهند که کار از کار گذشته بود هویدا را میبرند روی صندلی می نشانند و عکس می گیرند و حکم اعدامش را قرائت می و سپس او را اعدام می کنن. ولی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودن. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لطفا نظر خودتون رو در باره این ویدیو و کانال های ایران زیر همین ویدیو کامنت کنید. ایام به کامتون باشه تا دیداری بعد بدرود.